مجدداً به برنامه سفری به عوالم زیبایی در سوپریم مستر تلویزیون خوش آمدید. به ادامه برنامه من که مصاحبه با هنرمند برجسته رقص باله آقای نیما کیان می باشد می پردازیم. شما همچنین بنیانگذار مرکز پژوهشی رقص‌های ایران و خاورمیانه هستید. اهداف و دستاوردهای این مرکز پژوهشی چی بوده؟ خدمت شما عرض بکنم، من در طول فعالیتام در این سالهایی که گذشت به این نتیجه رسیدم که شناخت حتی بسیار جزئی هم از باله در غرب نسبت به فعالیت‌هایی که در این زمینه در کشورهای خاورمیانه و بالاخص ایران شده زیاد نیست. من حس می‌کنم به این خاطر که هیچ مرجعی من نتونستم پیدا بکنم که در اون مراجع از سازمان باله ملی ایران یا باله ملی آذربایجان یا فعالیت‌های دیگه‌ای که در این زمینه در کشورهای مختلف و خاورمیانه شده بود ازش نامی برده بشه. هدف به وجود آوردن این مرکز پژوهشی رقص ایران و خاورمیانه این بود که مرجعی ساخته بشه برای مراجعین پژوهشگران جوان، به خصوص نسل جوان که میخوان راجع به این رشته بیشتر بدونن، و تعداد پژوهشگرای ایرانی شما خدمتتون عرض بکنم که اصلا کم نیست. ما مراجعین زیادی از ایران داریم، دانشجوهای بسیاری که در رشته موسیقی تحصیل میکنن همچنین علاقمند به باله و رقص هستن و به این مرکز پژوهشی مراجعه میکنن و از مراجعی که اونجا در اختیارشون گذاشته شده برای پژوهش‌های بیشتر و پایان نامه نویسی حتی استفاده میکنن. آقای کیان، لطفاً از طرح رقص جوان اروپا برای ما تعریف کنید و افراد غیر ایرانی که در این طرح شرکت کردن به چه انگیزه ای علاقمند شده بودن؟ بله، طرح رقص جوان اروپا در پاییز سال 2007 معرفی شد و برای اولین بار اجرا شد و هدف اون گردآوری جوانهایی از کشورهای مختلف، از ملیتهای گوناگونه که در زمینه رقص فعال هستند. ولی این پروژه، این طرح، هدفی غیر از تمرین رقص و تولید یک اثر هنری دنبال میکنه. این یک پروژه فرهنگی و همپیوندیه. ما میخوایم تفاهم رو بین این جوانهایی که از کشورهای مختلف میان ایجاد بکنیم. ما در پی فقط تولید یک اثر هنری نیستیم و فعالیت‌های دیگه‌ای در این پروگرام یا برنامه‌ای که تدارک دیده شده تحت عنوان رقص جوان اروپا برنامه ریزی شده و اجرا میشه. استقبالی که این جوان‌ها که از کشورهای مختلف میان، از ژاپن، مکزیک، خدمت شما عرض بکنم آرژانتین، فرانسه و کشورهای مختلف، استقبالشون بسیار خوب بوده و یک علتش این بوده که این موقعیتی رو سازمان در اختیار اینا گذاشته تا با رپرتوار یا آثار انتخابی کار بکنن که ریشه در شرق داره. کلن در رپرتوار جهانی باله آثاری که با الهام از شرق باشه خیلی زیاد نیست. کلن تلفیق باله کلاسیک با رقص شرق چگونه در کارهای شما ممکن شده؟ آثاری که زیر مجموعه سازمان باله ایران به وجود میاد همگی برگرفته شده و الهام گرفته شده از فرهنگ ایران و کلن شرقه. در انتخاب موضوع و همینطور موسیقی، در نوشتن لیبرتو یا داستان برنامه، طبیعتاً هم علاقه ویژه‌ای نسبت به مسئله وجود داره و هم برنامه ریزی کلی انجام میشه. از لحاظ تکنیکی هم وقتی که باله رو طراحی میکنیم از حرکاتی که در رقص‌های ایرانی وجود داره، مثل رقص فولکلور ایرانی، رقص‌های محلی ایرانی هم استفاده میشه برای اینکه خیلی ناآشنا نباشه این موضوع و
تکنیک باله با همدیگه نامانوس و ناآشنا نباشه. اینه که این ترکیب به این صورت هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ موضوعی امکان پذیر شده. در ماه مارس 2008 برنامه ویژه‌ای در لوگن هال لندن به مناسبت دستاوردهای هنری آقای نیماکیان در طی 3 دهه اخیر برگزار شد. بیش از 1000 نفر علاقه‌مند در این جشن شرکت داشتند و قدردانی خود را با 24 بار تشویق ایستاده نشان دادند. شما ارتباط باله و به طور کلی ارتباط هنر را با صلح بین المللی چطوری میبینید؟ آیا ارتباطی وجود داره اصلا؟ در جواب سوال شما باید خدمتتون عرض بکنم که 100% همه گونه فعالیت‌های فرهنگی من جمله فعالیت در زمینه و رشته رقص میتونه منجر به ایجاد تفاهم بشه. کلن فرهنگ، ارتباط فرهنگی تفاهم ایجاد میکنه و تفاهم باعث این میشه که مردم در صلح و صفا زندگی بکنن. بله، به اعتقاد من فرهنگ نقش بسیار زیادی بازی میکنه. فعالین فرهنگی که من جمله میتونن هنرمندها باشن که هستن، اینا نقش بزرگی میتونن ایفا بکنن و شکی ندارم که این فعالیت های فرهنگی حتی لازم هست تا زمینه یک تفاهم بزرگ و بیشتری رو بین آدم ها با فرهنگ های مختلف به وجود بیاره. لطفا برای ما از برنامه های آیندتون تعریف کنید. ولو فعالیت های فعلی و میشه گفت آتی سازمان باله ایران به طور کلی معطوف و متمرکز شده به روی طرح رقص جوان اروپا، به خاطر اینکه این طرح بسیار مورد استقبال قرار گرفته، مورد استقبال بین المللی قرار گرفته و اهدافش همخوانی کامل داره با اهدافی که خود سازمان باله ایران دنبال میکنه. آثاری که در نظر گرفته شده که با کمک و تحت نام طرح رقص جوان اروپا به روی صحنه ببریم، مثل آثار گذشته طبیعتاً با الهام از فرهنگ و هنر ایران، از تاریخ ایرانه. در آینده نزدیک انشاءالله اطلاعات بیشتری در خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیونی خواهیم گذاشت. آنچه که زمانی در ذهن جوان هنرمند آقای نیماکیان فقط یک رویای دور بود، اکنون به موفقیتی بزرگ مبدل شده است. آقای نیماکیان، به خاطر حضورتان در برنامه ما متشکریم. امیدواریم که در حین اینکه به ترویج صلح جهانی از طریق زبان جهانی هنر و فرهنگ مشغول هستید، تمامی پروژه‌های هنریتان از رحمت پروردگار برخوردار باشند. از همراهی شما با برنامه امروز سفری به عوالم زیبایی متشکریم. برنامه بعدی گیاهخواری شیوه اصیل زندگی است که پس از اخبار قابل توجه پخش خواهد شد. لطفاً با سوپریم مستر تلویزیون همراه بمانید. آرزومندیم که عشق و نور بیکران آفریدگارمان ایامتان را منور سازد. Thank you for joining us today on a journey through aesthetic realms. Up next is vegetarianism, the noble way of living. After noteworthy news, please stay tuned to Supreme Master Television. May your days be guided by the infinite light and love of our divine creator. For more details, please visit www.supremastertv.com/AJAR.